عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. اگر نبودی در جان امکان گفت که توانستی کل معنا شکوف این هفته های اخیر چندین کتاب برام رسیده بود، سرگرم خواندنش بودم. یکی کتاب هذیان‌های مقدس نوشته آقای نقره کار بود، در بارش در همین برنامه صحبت کردیم و احساس کردم که دیگه ما داریم یواش یواش وقت کم میاریم برای کتاب. این چقدر باعث تأثیر. یکی از کتابایی که به تازگی چه امروز بر پیشخوان کتاب فروش ها قرار گرفته، تلاش 100 ساله ایرانیان. تلاش 100 برای چی؟ برای احراز آزادی. آقای علی لیمونادی روزنامه نگار، برنامه ساز، سالیان درازه که شاید بشه گفت با شروع انقلاب اسلامی سعی کرد که شخصیت های اثرگذار در تاریخ معاصر را به هر کجا رفتن، در هر جا که تبعید بودن، اغلب تبعید خودخواسته، پیدا کنه، با اینها گفتگو کنه. کار سختی است، چون اغلب اینا که در یک کشور نبودن، کشورهای مختلف دنیا زندگی میکنن. اجازه بدید که به بخش دوم از گفتگو با آقای علی لیمونادی و هم توجه کنید. درود بر شما، مجدد خوش آمدید. خوشحالم یک بار دیگه در خدمتتون هستم. ممنون ممنون. یه بار دیگه خواهش می‌کنم خیلی سریع، قبلا فهرست شخصیت‌هایی که ایشون بهشون مصاحبه کرده برای خوندم، ادامه میدم. بزرگ علوی، دکتر محمود عنایت، فرخ قفاری. فکر کنید علوی یکی از بزرگان ادب ماست، دکتر محمود عنایت یکی از برجسته‌ترین روزنامه‌نگاران ماست، فرخ قفاری که از برجسته ترین فیلم سازان ماست، آقای دکتر همایون کاتوزیان یکی از برجسته ترین پژوهشگران ماست و همینطور آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، دکتر متین دفتری، احمد مدنی، دکتر مصباح زاده، همان ناطق چی شدی پیدا کردی؟ بله از که تنها مصاحبه که همان ناطق داره نیست؟ تنها مصاحبه که ایشون داره بله در سال 1984 بود. این تنها گفته بود؟ بله تنها، اونم باز تونستم از طریق آقای دکتر مصباح‌زاده بتونم بگم. بله. خب این میدن. بعد از اون حرفشون بود که اعتراض به خودشون کرد و انتقاد از خود. بله. در مورد خاله. بله. میدونی خیلی همان ناطقی از اولین روشنفکرانی بود که خودش رو مقصر دانست در اونش که در این میهن ما رخ داد، یعنی انقلاب اسلامی، و شدیداً دست به انتقاد از خود زد با واژه‌ای که حالا اجازه بدید بنده تکرار کنم. واژه‌ای جالب استفاده می‌کرد. بله. خب. ولی خب به هر حال ایشون نظر خاصی داشت در رابطه با همان ناطق. بعد عرض کنم خدمتتون، چون ما برنامه تلویزیونی داشتیم در اینجا و شما با ما همکاری داشتید در لس آنجلس، بله، و پاریس داشتید، خبر اعدام ایشون آمد. خبر اعدام ایشون به طور رسمی اومد از ایران و ما خبرش رو پخش کردیم. بعد از دو سه روز متوجه شدم اینا حقیقت نداره. عجب. بعد گفتن ایشون الان در پاریس و بعد من پیگیری کردم رفتم اونجا. اولین سوالی که گفتم خانم، ما خبر اعدام شما رو قبلا پخش کردیم و بایزات من اینجا نشستم. برایش شخصیت های جالبی بودن. ایشون هم دانش فرهنگی خیلی خوب داشت. فکر میکنم رو با آدمیت کار میکرد. بله با آدمیت کار میکرد و در دوران قاجار تخصصش بله. بود و بسیار دیده اون رو کجا بود؟ ایشون در پاریس چنده بودن؟ در کنار مونپارناس زندگی میکرد و فکر میکنم با فرزند خودش پاریس پنجم جوانی بودن. پاریس پنجم بود پاریس بعد. و من رو پذیرفت، تونستم 3-4 ساعتی با ایشون صحبت کنم، دل پوری داشت و این یکی از این خصوصیات اینه که شما شانس بیاری موقعیتی رو انتخاب بکنید که شخص مایل باشه که خودش رو خالی بکنه. آره خیلی باید. و اون آماده بود. برای اینکه واقعا بسیار دلگیر بود از وضع ایران، از اتفاقاتی که افتاده و دلگیر بود از پاریس، همون موقع که شما پاریس تشریف داشتید، از جنگی که در دانشگاه بود خاطرتون است؟ بله بله. که مجاهدین با گروه های دیگه در کتاب فروشی مقابل دانشگاه با هم می جنگیدن. بله بله. و من تصاویرش داشتم و بسیار دلگیر بود که آقا ما در ایران این نابسامانی رو داشتیم، اومدیم پاریس که مهد آزادی است، همدیگر رو نمیتونن تحمل بکنن. خیلی خیلی جالب بود. اون زمان بختیار هنوز بله بختیار در پاریس بود دیگه. بله شما هم پاریس بودید. بله بله. و ایشون بعد از این دیگه با کسی مصاحبه نکرد. نه نه همین گفتم از نظر ژورنالیستی اینا شانسی که شما روزی برید دنبال کسی بقیقا. که بتونه خب طرف چیا گفت ایشون خیلی زیاد، چون گفتم فرهنگ دوره
قاجار تخصصش بود خیلی راجع به فرهنگ ایرانی صحبت کرد و بعد ادبیات ما، حتی چون دانشگاهی بود ادبیات ما، گفت مثلا این خون و خون ریزی که ببینید در ادبیات ما هست. یه قسمتش الان پخش میکنم شما ببینید. دوم این که اینا به شناخت از شناخت خودشون یا هرچی شروع کردن به شناخت مملکتشون نشستن، به شناخت فرهنگی نشستن که باید زیر و رو بشه به نظر من، یعنی زیر و رو بشه یک فرهنگ نوینی. همه از فرهنگ راستین و بالای ایران حرف میزنن، هیچ کی نمیگه آقا این فرهنگ بالای ایران چیه. یه بار شما بیاین ببینین که این فرهنگ بالای ایران رو زیر و رو کن، ببین همش کشتاره یا آرزوی کشتار دیگریه. حتی از معشوقه هم که حرف میزنه از تیر مژگانش حرف میزنه، یعنی این خنجر و تیر و تیشه و تیشه به ریشه زدن در زبان عاشقانه ما هم جا گرفته. ما تشنه خون دیگری هستیم، تمام اصطلاحاتمون با خون و خونریزی و خون چشم و عشق ایناست، خون دل و اصلا فرهنگ ما به خون آغشته است. اینو باید پاکش کرد. میدونید من نمیگم روزنامه سیاسی در نیاد، من نمیگم که یک روزنامه چپی راستی نمیدونم مذهبی در نیاد در کنار، ولی میدونید کسی که ادعای قدرت میکنه، قدرت فقط اون سیاست که نیست، قدرتی فرهنگی هم داره، قدرت نمیدونم یک میدونید در کنار این میبایستی که آدم ببینه که بابا این کسانی که دارن این روزنامه رو در میارن دستکم این خدمتهای فرهنگی رو کردن. توجه میکنید بالاخره یکیشون ده خدا شده، یکیشون نمیدونم میرزا ملکم خان شده، یکیشون سید جمال الدین اسعد آبادی شده. آخه اینا رو هم باید داشته باشیم؟ نداریم. این فقط ما روزنامه‌شو داریم، ولی منهای اینا، اونا هم روزنامه‌شو داشتن هم متفکرینشو داشتن، که هنوز که هنوز ما از اون متفکرین هنوز که هنوز داریم بهره میگیم. تصورشو بکنید که ما هنوز از مشروطی ادبیات مشروطیت داریم طالبوفو داشتن. بالاخره من فکر میکنم که اونها یک فرم تکامل یافته اپوزیسیون رو داشتن. شاید اپوزیسیون امروز در پاریس یه سرآغازی باشه برای اون. خیلی خوبه چیزی. من خیلی خوب به نظر منم هست. حالا من این همه بدیاشو گفتیم، حالا عیبش هنرش نیست بگو، اونم اینه که به امروز خیلی ها که من شخصا میشناسم که همشونم برخواسته از این گروه های سیاسی بودن و اینها، امروز روز به روز بر شمار کسانی که فکر میکنند که اول امروز هیچ نمیدانستند بعد بیاموزند و اون آموخته هاشون در اختیار دیگران بذارند در هر زمینه، چه زمینه تئوریک، چه زمینه سیاسی، چه زمینه علمی، چه زمینه اینا، بعد تعداد ایناست که داره روز به روز افزایش پیدا میکنه و این خیلی امیدوارکننده است. چرا؟ برای اینکه در جهت همون چیزی که در خود ایران داره پیش میاد، یعنی در خود ایران هم مردم دارن سعی میکنن که بیاموزن. این فراگیری و عشق به فرا گرفتن فکر میکنم از داخل به خارج سرایت، اینم از داخل به خارج سرایت کرده. از بس نشستیم اینجا دیدیم ای بابا ما نشستیم اونجا، اونجا هر روز یه عالمه داره کتاب در میاد. خب بالاخره همین مسئله ای که باعث شد که ما را تشویق کرده، امروز روز به روز داره برخورد ما، تماس‌های ما با داخل کشور بیشتر میشه، امروز روز به روز بیشتر میدونیم اونجا چه کتاب چاپ میشه، اینجا چه کار میکنن، اونجا چه نیاز کمبود دارن، اونا میبینن ما چه کمبودایی داریم، داریم همدیگر تکمیل میکنیم و به نظر من اینه که احساس قربت ما رو کم میکنه و احساس امید به ما میده. خیلی جالب بود، میگفت این خون و خونریزی در واژگان جنگیست. بله همیشه این بوده در کل ادبیات ما، مثال های خیلی زیادی زده. به هر حال خیلی آموزنده بود برای من و برای بینندگان من. کاری که من میکنم که خیلی کوچکتر از کاری است که شما میکنید هر روز، برای این مقدار آگاهی میده به بینندگان ما دیگه و برای بینندگان ما. آقای کارا تاریخیه به نظر. خواهش میکنم. خب یه دی از اینا کار خوبی وجود داره. اینی که به صورت کتاب در آوردید. بله بله. یعنی هم حالا هم صورت تصویریشو داره، هم صورت مکتوبش رو. بله هم شما طرفدار این کار بودیم به من پیشنهاد میکردید، بله. هم آقای دکتر صدرالدین الهی گفت بهتر مکتوب بشه. واقعا هم یه احساس نوریزاده هم این نظر. بله. دکتر نوریزاده. بله. و واقعا هم مکتوب حساب و کتاب دیگه ای داره. درسته؟ ما که در منزل دارید، در کتابخانه داره، هر وقت میل میکنید باز میکنید با اون مصاحبه‌ای که خب مستند خوبه، میبینه آدم در جعبه جادویی، ولی رو کاغذ احساس دیگه است. شما میتونید یادداشت بکنید، میتونید علامت بگذارید. این شجاعت و همانعاطق در انتقاد از خود احترام منو به اون فوق‌العاده کرد. شخصیت قابل احترام، یکی از شخصیت‌های بزرگ ماست، پژوهشگران برجسته من. زندگیش چطوری بود؟ زندگیش به هیچ وجه مرفه نبود. نبود. نه خیر، به هیچ وجه. گفتم با پسرش اونجا زندگی میکرد، ولی خب ببین کسی بود که عاری از اینو مسائل بود، اصلا براش مهم نبود. مهم نبود. بله به هیچ وجه. میدید آدم میدید. بعد هم به خاطر گرانی پاریس
رفت خارج از پاریس زندگی کرد. جایی که فوت کرد خارج از پاریس بود. من بعدها که باشون تماس داشتم گفت حالم اصلا خوب نیست، نگویشون سرطان داشت. من راجع به 7-8 سال پیش صحبت میکنم و دیگه مایل نبود کسی رو ببین. اینجاست که کار من و شما یه مقداری ریشه یابیش اهمیت پیدا میکنه. یعنی شما باید ببینید چه کسانی رو انتخاب میکنید تا سلامتن، تا روپای خودشونن و رغبت حرف زدن دارن، چون رغبت نقش مهم بازی میکنه. یکی دیگه از اینا آقای بزرگ علوی بود. بزرگ علوی چی؟ بزرگ علوی گفتم رفتی آلمان شرقی. بله آلمان شرقی. خب ما میتونستیم بریم همش 24 ساعت، شما هم حتما رفته بودم. بله بودم آلمان شرقی. خب ایشون در شماره دو بلوار استالین زندگی میکرد. بلوار استالین، حالا اسمش عوض کردن فرانکفورت. بلوار وسیع بود استالین، برای هر از اون موقع ابهتی داشتی. بزرگ علوی بیچاره دشمن استالین رو توی آمون استالین زندگی بهش آپارتمان داده بودن، چون دانشگاهی بود آیمه بودی، بهش آپارتمان داده بودن در طبقه سوم، بالکن هم داشت، دو اتاق خوابه بود و کتابخانه بزرگی برای خودش داشت. و بعد نیست بدونید که بهش یک زمین باغچه یا باغی هم داده بودن در خارج از شهر، زراعت میکرد، باغداری میکرد، باغداری میکرد. برای خودش دو تا اتاق هم ساخته بود، اسمش هم گذاشته بود شمیران. آخه من همیشه مایل بودم که برم ببینم، اجازه نداشتم، چون میدونید که اون کمربند دور برلین شرق و غربی، شرق هم که میرفتیم از یه حدودی بیشتر نمیتونیم میرفتیم وارد آلمان کمونیستی میشدیم. بله بابا که دیوار فرو ریخت، من گفتم آقا من دارم میام. باخشر دیدید؟ بله بله دارید الان تصویرشو؟ بله باخشر الانشو میتونیم ببینیم. بله بله چاله اسم اینجا چی گذاشتیم؟ اسم وینکل. اسم اینجا چه وینکل؟ اسم اینجا نوشته اونجا. بله. این هاتل وینکل زشن. ولی اسم فارسی شما به این باغچه چی دادیم؟ چون شمران اسمشو گذاشتیم. اوکی. پاییزش بچه میشه. این آب روونه؟ این آب بله چه روتانه است که دو تا دریا چرا؟ دو تا دریا چرا به هم وصل میکنه؟ بله ولی تن بدبختانه زن من دیگه تو شنا نمیکنه، دیگه که این آب کچی میکنه. اول میبینی که بود گن میبینی که معلومه دیگه یک آب طبیعه. بله در همین باغچه بود که قسمت دیگر رو خدمتتون نشون میدم که ایشون بروم فکنی خیلی خوبی کرد در ارتباط با دوران 40 سال گذشته که کاملا پشیمان بود از اینکه به حزب توده گراییده در نوجوانی از رو خامی. آقا بزرگ شما 40 سالی که در خارج از کشور زندگی میکنید، طعم این غربت رو چشیدید؟ اگر برگردیم به 40 سال قبل، یعنی 1953 که شما ایران رو ترک کردید، اگر دانش شما به اندازه امروز بود، شناختتون نسبت به اوضاع ایران و سیاست جهانی و تغییر تحولاتی که امکان داشت به وجود بیاد به اندازه امروز بود، آیا باز شما مملکت رو ترک میکردید یا خیر؟ هرگز. من از سفر خوشم میاد و میل داشتم که دنیا رو ببینم، میل داشتم با کشورهای دیگر، با مردم کشورهای دیگر، با فرهنگشون، با هنرشون، ادبیاتشون، کتابهاشون آشنا بشم و البته سفر به من کمک میکرد. اما همیشه در خارج زندگی کردن این هیچ وقت باب طبع من نبود. من اگر 50 سال پیش به میل خودم یا 40 سال پیش یا 50 سال پیش که من گرفتار سیاست شدم اگر در دست خودم بود، هرگز رو به سیاست نمی آوردم.
برای اینکه من از اول میدونستم که من به این شغل یا به این بازی تمایلی ندارم و این کاری نیست که از عهده من بر بیاد. بنابراین از اول وارد سیاست نمی شدم. حالا پس از این حوادثی که در این 50-60 سال اخیر به کشور ما وارد شده، حوادث تاریخی که در عرض این 50-60 سال اخیر بر ما و تمام دنیا گذشته، اگر من این رو تصورش رو که می کردم فرسنگ ها از آن دوری می کردم. اما وقتی آدم نمی دونست این چیزا رو، آدم یک آدمی مثل من در جوانی که عاشق آزادی و عدالت و رفاه و وطن و وطن دوستی بود، هیچ وقت تصور نمی کردم که این حوادثی که بر من گذشته اصلا قابل تصور است، اصلا در تصور من نمی آمد. ما در اون زمانی شیفته یک وهم هایی بودیم، تصور می کردیم که سوسیالیسم یا کمونیسم یا به هر شکلی که شما بکنید، یا مثلا مردی مثل استالین، اینها همه چیز رو می دونن، همه چیز رو پیش بینی می کنن، واقعا سوسیالیسم پیروز میشه، کارگرها مرفه میشند، عدالت عمومی برقرار میشه. این یک وهمی بودش که ما که من شخص من گرفتار شده بودم. من دنیا رو اینجوری که امروز میبینم نمیدیدم. من چجور بگم، آرزومند بودم، به زبان فارسی بگم ایدئالیست بودم و دنیا رو به شکل زیباتر، آسونتر، راحتتر، بی دغدغه، بی ناراحتی می دیدم. ولی خب اینها معلوم شد که یک وهمی بیش نیست. امروز می بینم که من راه خطایی رفتم. این رو به این جور بفهمید که من عقیده دارم که دنیا در هر حال رو به پیشرفت و تراقی است. زندگی که ما امروز داریم با زندگی که فردا خواهیم داشت، نه فقط برای ما ایرانی ها بلکه برای دنیا بهتر خواهد شد. در این من هیچ شکی ندارم. من ایمان به علم دارم و میبینم که علم چقدر کارهای دشوار رو آسان‌تر کرده. میبینم که همین سرمایه‌داری سودجو چطور مجبور شده رفاه طبقه پایین را هم تا اندازه‌ای رعایت بکنه، چیزی رو که ما اون وقت در وهممون نمیپذیرفتیم و من شخصا نمیپذیرفتم. ما عقیده داشتیم که این سرمایه‌داری یک چیز بد، زشت، پلیدی است و هیچ وقت نخواهد توانست یک قدم بر علیه و به نفع طبقه محروم برداره. اما در عمل دیدیم که اینها همین سودجویان، همین سرمایه‌داران برای حفظ بقای خودشون مجبور شدن که تا اونجایی که ممکنه از منافع خودشون بکاهند و یک سهم کوچکی هم به مظلومین بدم. به علاوه این تحولاتی که در این سالهای اخیر از زمانی که روسا اولین
جسم زمینی رو به آسمان سوت کردن، این الکترونیک، این کامپیوتر میبینیم که چقدر کارها رو برای بشریت آسان کرده، نه فقط برای سرمایه‌داران سود آورده و اینها ثروتمند تر شدن، بلکه خواهی نخواهی برای مردم عادی هم در تمام دنیا وضع بهتر شده. و این بهبودی وضع با این پیشرفتی که امروز ما در علم میبینیم، با پیشرفتی که در جو نوردی شده، اینها همه نشون میده که دنیا به این صورتی که امروز هستش باقی نخواهد بود. تمام این چیزهایی که من امروز درک میکردم در 50 سال پیش شما از من بیارزید، اصلا فکرشم نمیکردم. البته حوادث تاریخی این سالهای اخیر یک خیزی بودش که به نظر من تا به حال سابقه نداشت. ما هیچ وقت تصور میکنیم که یک دولت شوروی از هم بپاشه. ما هیچ وقت تصور میکنیم که دنیا یک دولت امریکای به این عظمت به فقر کنونی بپیونده. اینا رو همه ما اینا چیزای تازه است. اینا تازه است که به آدم درس میده، میگه که آها هیچ چیز در دنیا ثابت نمیمونه، همه چیز در حرکت است و این حرکت خواهی نخواهی رو به بهبود است. نمیدونم من به جواب شما رو زدم یا نه. و من میدونید خب یکی از کارام عکاسی است. شاید در طی مدت 2 تا عکس گرفتم که برای من خیلی اهمیت داره. من هزاران گرفتم، شاید 10,000 عکس میگیرم. یکی عکس دکتر بختیار است در همون 2 ماه قبل از ترورش که پشت میزش نشسته بود و دستیار من و همکاران داشتن همه چی رو حاضر میکردن برای مصاحبه، ایشون به فکر فرو رفته بود. کمال ناامیدی رو شما در وجود بختیار میبینید. کمال ناامیدی. در اون 2 ماه آخر بنابراین بختیار به ناامیدی رسید. درست، من 1 ماه قبل از ترورش. پس موقعی بود که من به موضوعم آمریکا بود. شما آمریکا بود. خوشبختانه من اون بله. بله. اون حالت بختیار رو ندیده بودم. نه. هنوز امیدوار بودم. عکسی که ملاحظه میکنید کمال ناامیدی در وجودش هست. البته خودش هم در مصاحبه بعدن گفت که من این ساختمان رو باید پس بدیم. متعلق به پسر من بوده و من شو برم به کوبک، برم به که اگر رفت بود احیانا زنده مونده بود. برم به کوبک، برم به کانادا و خب وضع مالیشون خراب بود دیگه، میدونید دیگه. بعد قبل از اونم 1 ماه قبل از اینکه من ببینم ایشون، معاونش رو ترور کرده بودن. ولی خب ببینید چجور بگم، خیلی نابسامان بوده وضع اپوزیسیون ما. درست که یک نفر در شکم این تشکیلات بتونه راحت اینا رو ترور بکنه مثل بویر احمدی و اینا، مثلا هیچ سابقه ای ازش نداشتن بتونن پیگیرش باشن. به هر حال تعداد زیاده خائن از آب در اومد، بتونی بهش کار میکردن، بهش خیانت کردن. بله بله. آدم کشان راه نمایی کردن به خونهش. من میدونم روابطش با بویر احمدی چطور. بله. پر از سب در حدی پدر. بله بله، منم دیده در حدی پدر با این بله. رفتار میکرد. بله. بکن فرزندی قاتل پدرش رو هدایت بکنه به خانه او و در عمل قتل مشارکت بکنه. بله مشارکت، ایشون مشارکت داشت. رو پلهات یه گفته اون پلیس که بعدن گفته، پلیسایی که پایین بودن که حالا همه بهشون ایراد میگیرن، اینا میدونستن که من باور ندارم که اینا میدونستن اون بالا چه اتفاقی داره میفته. عده البته بر این عقیدن گفتن که ایشون آمده بود، میدونی چند تا پله رفتیم بالا از اون پله های آپارتمان که 10 تا پله بود، اومده بود وسطاش ایستاده بود و قهوه می نوشیده. این زمانی بوده که اونا داشتن کارشون رو میکردن، داشتن اون رو به قتل میرسوندن. یکی بود، یکی دیگه بود که در آلمان بهش ارتباط برقرار کردن، همین آقای که رئیس دستگاه اطلاعات آقای رفسنجانی بود. شما با یکیش مصاحبه کردید؟ بله. بهش زهر هم زهر آورده بوده که این زهر رو ریز تو غذای بختیار و زهر رو گرفته بود. ولی میاد اینجا پشیمون میشه و نمیکنه خوشبختانه. خب این کارو نمیکنه. خب یعنی
جمهوری اسلامی تمام تلاشاش کرده بود تمام عواملی که دوروریشون بودن رو بخره با پولهای سنگین. خب دیگه این کار رو برای بقای خودشون هنوزم هنوز هم میکنن. امروز دیدیم که اخیراً در همین هفته یکی از وزرای کشور اسرائیل توجه کردیم فوقان همکاری دستگیر شده. به هر حال خواستم این عرض بکنم که مثلا در ارتباط با این 100 سال دیدگاه های متفاوتی هست. آقای داریوش آشوری که خوب میشناسید، باب بزرگان باستان زمان، بله، و ایشون یه برداشت خیلی خوبی داشت راجع به هم دوران مشروطیت که اشاره داشت میگفت خیلی چیز کوچکی بود و همه‌گیر نبود، ولی من پای سخنم رو در ارتباط با این 100 سال با ایشون در ارتباط با نقش روشنفکران در انقلاب ایران مطرح کردم و ایشون یه مثال جالبی زدن. به هر حال به یک مرحله رسیده زبوش. بله، مارکسیسم لنینی دیگه همش علم بود دیگه، علم تاریخ بود، همه آینده رو پیش بینی میکرد، هیچ مولای درسش نمیره. همونطور که فرض کنید که تمام مذهبی ها مثلا همین اخوندهای شیعه ما تمام آینده رو تا قیامت همه رو پیش بینی میکنن، همش مرحله مرحله گفته شده است، در قیامت روز به روز چه اتفاقی میفته همه چیز گفته شده است. اینجوری تاریخ هم گفته شده بود دیگه، همه گذشته روشن بود، تفسیر شده بود، همه آینده هم روشن بود. اینا پارادایم هایی است که حاکم بر فضای ذهنی. همین پارادایم میاد میشه انتظار ظهور مهدی، میشه با یک هرمنوتیک آقای شریعتی و امثال او میشه بعد اونجا بر این فضا حکومت میکنه. بعد یه جایی درجه حرارت اونقدر میره بالا، اینا در هم ذوب میشن، همه تو خیابون راه میافتن، میگه مرگ بر شاه. همینطور که ببینید به هر حال میگفت که در این سینی که همه تا که دیدید در این سینی موقعی که گروه های چپ و راست و مذهبی اینا دوران انقلابی میگه اگر این حرارت انقلاب بره بالا اینا همه در هم ادغام میشن. یعنی دلیلی که ایشون ارائه میداد چگونه بود که روشن فکران ما پیوستن به مذهبیون، دلیلش فقط این بود که دوران انقلاب بود و اون حرارت انقلاب اینها رو یکی کرده بود. به نظر من خیلی از نظر شیمیایی ذوب کرده بود، از نظر شیمیایی مثال خیلی معقول است. اینجور مشروطی حالا روشن فکر در سمت درست تاریخی استاد. حتی وقتی رضا شاه آمد برخی از نخبگان ما مثل فروغی اینا اونا رو در باید متوجه شدن که شخصیتی در عرصه تاریخ ظهور کرده که صاحب اراده است و به کار مملکت میاد. در سینما راهش کرد. در طول انقلاب اسلامی روشن فکر ما از سمت غلط تاریخی است. درست میدونی؟ هنوز ما داریم فضا اینطوری بود. خوشبختانه تو این با این چه با اینکه این تو این 40 سال ما با یه قهر و نقار روبرو هستیم، یعنی مردم از روشن فکر قهر کرده بودن. 40 سال قهر ادامه داره. درست. ولی اخیراً بله. خب تعداد زیادی هستن در رسانه‌های مختلف که دارن کار میکنن، تعدادی از شخصیت های بزرگ که ما این اعتماد رو دوباره دارن بازیافت میکنن، دارن احیا میکنن و خیلی مهمه. خیلی مهمه. خود آقای دکتر نورکار هفته قبل تعریف کردن راجع به قضیه. دقیقاً همینه. این خیلی مهمه. نقش روشنفکران ما، زبدگان ما در احیای اعتماد از دست رفته مردم. ما که نمیتونیم ملا طلوت ها همیشه سر کنیم که. باید یه دوره لاتولوت ها برن کنار. دقیقاً. طبقه متفکر، تکنوکرات، الیت، آوانگارد جامعه مسئولیت تاریخی خودش به عهده بگیره، نقشش رو ایفا بکنه. خب برای اینکه زمینش رو هم داره، چون اهل مطالعه است، شناخت داره، علمش رو داره، توجه که علم رو تحت عنوان اوباش که شما نمیتونید در جامعه توسعه بدید. درسته؟ کاملا. به من بفرمایید علوی نگاش به آینده چی بود؟ ناامید بود یا؟ نه خیر، اصلا ناامید نبود. خب خواهش میکنم بیاندازه خوش ادامه میدیم. نه خواهش ادامه میدیم. واقعا هم حیف، حتما گفتگو رو پی بگیرید. هم میانن هم با آقای علی لیمونادی عزیز. تشکر میکنم. خواهش میکنم.